این ویدیو ادامه بازی‌های دیروز امیر سرخوش هستش در مرحله بالاتر. ویدیوی قبلی برای بازی‌های گروهی بود و این مسابقات برای جدول اصلی و قهرمانی هستش. بریم بی‌معطلی بازی‌های امیر سرخوش رو ببینیم، ببینیم که توی ترکیه آنکارا توی این مسابقات چیکار کرده. بریم با هم تماشا بکنیم. پیرو مسابقات کنفدراسیون مسابقات بیلیاردی، باز هم فکر کنم بچه اون وسط پنجه اشتباهه. حالا نه دیگه، البته الان بازی ها چیز میشه، بذارین یه بازی بگذره به تو میگم که قصه از چه قراره. این همون بازی کنه هست که یه بار باش بازی کرده. ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره. آیا دوباره میتونه ببرتش امیر؟ چون این بازیکن خوبی بود. احتمال زیاد از گروهش اومده بالا دیگه. توی ویدیو قبلی دو نفر خیلی نظر منو به خودشون جلب کردن، یکی لیم کونگ کلینگ. آقا بذار آمار اینا در بیاریم. اگه به منه، من مطمئنم ایشونم یه شخصه به قول معروف درست درمونی هستش توی این ورزش. لیم کوک لی اونگ سنوکر. ببینیم که ایشون ویکیپدیاشو بخونیم بچه ها، ببینیم کیه، چیه، چی کاره است. این مدال این مقاماشو نوشته خب، ولی چیز خاصی توش نیست که به شما بگم. برای کشور چینه، بعد چیز خاصی ننوشته. ببخشید، برای کشور مالزی ایشون، ببخشید، عذرخواهی میکنم. یه سری قهرمانی ها دو سال 2019 دو نفره آوردن، تیمی آورده. یه 2021 سیکس رد آورده، 2021 سیلور آورده، 2023 باز دوبل، عرضم با حضورتون که نقره گرفته و چیز خاصی ننوشته. اگر شما اطلاعات بیشتری از این شخص دارین بهم بگین حتما، چرا که نه. ببینیم آیا زورش به امیر سرخوش میرسه یا که نه. من بازیکن خوبی دیدمش. نه بچه حتما سعی میکنم آخر این بازی با خود امیرم یه گپی بزنم، ببینم که سوالاتی که تو ذهنم هستش ازش بپرسم. و قطعا خیلی فرق میکنه دیگه، خود بازیکن نظر بده، خیلی 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 زیاد فرق میکنه تو موضوع. ضربه فلوک افتاد، قهوه هم افتاد آخه بعدش. چیکار میکنم؟ فریم اول هنوز به پایان نرسیده، ولی مطمئن باشیم از این بازیکن ما بیشتر میبینیم در آینده.
فعلا اون بریک پایین درسته تا اینجا که دارم توجه میکنم. آیا میزو میزنه؟ اختلافی هم ندارن. الان دو تا هم شدش، سه تا هم شدش. او فریم اول امین رو میبره. بریم به سراغ فریم دوم، ببینیم که امیر جبران میکنه یا که نه. خدا امیرم دیدین که توی ویدیو قبلی توضیح داد، برای بنده یه وایس گذاشته بود تیم مهمه چه نتیجه‌ای بگیره. یعنی مثلا اینجا امیر سرخوش قهرمان بشه، اون طرف تیمش خوب بازی نکنه و فریم بدن ببازن و و و و و قهرمان نمیشن. تیمی باید قهرمان بشن، تیمی باید نتیجه بگیرن. مطمئنا اگه بچه های ایران توی این تیم بودن، مثلا بچه های ایران توی هی بیلیارد و ارزان بوده کرام و این داستان ها نماینده اگر داشتیم، بدون شک بازی هاشون رو میذاشتیم. ولی چون دیدم که اصلا هیچ کس معروف نیست و نمیشناسین، برای همین دیگه بازی های همتیمی های امیر سرخوش رو پوشش ندادیم. یه 67 اینجا میبینیم از امیر، 68 ریکلا فریمیو که باخته اومده با یه بریک خوب جبران بکنه. 72 79 ریکلا فریم شد با یه نوبت. بچه تمام این لگو برای خود ویدیو هستش ها. اه به 93 واری کلا بزن یه سنچری. آقا یه دستی کفی سوتی تو سالون چی بگم. آخ رد کرد. واری کلا بزنه ببینیم چند میشه. ای تصویر چرا لگ داره. 116 121. او کشتش امیر. باریکلا اوا جونم افزی. اینم از مشکی. براو 134 تا چیزی که رو صفحه نوشته بود برگ زد. آفرین. این ناکن بچه اینه ها، یهو بازیکن لولش رو نشون میده و قدرت خودش رو به لیم کوک نشون داد که اگر بخوام میتونم که میز رو کلیرنس بکنم با یه بریک خیلی خوب. و مطمئن باشین توی آماتورها، چون بازیکن ها به اون لول، یعنی الان مثلا شما توقع ندارین، فکر نمی کنم هیچکس از شما الان توقع داشته باشین مثلا لیم کوک الان بلند شه 140 مثلا بزنه رو دست امیر. اون مسابقه جهانیه که براتونم گذاشتم این بار، یعنی رابرتسون رو فکر کنم سلبی براتون گذاشتم. این 120 میزنه اون بلند میشه 130 میزنه، اون 140 میزنه اون بلند میشه 142 میزنه. اصلا یه بازی دیوونه کننده است، اون رو با این بازی حساب نکنید. حالا چرا این حرف رو به شما زدم؟ برای اینکه بازی کنی که توی آماتورا هستش میتونه به هم بریزه، یعنی میتونه این بریک امیر توی بازی این بازیکن قطع به یقین تأثیر بذاره، ولی میبینیم که تأثیر نمیذاره. تا میبینیم که داره بریک میزنه. الان باور کن یه بریک میزنه. خدای من مگه میشه همچین چیزی؟ همچنان داره میزنه. من دیگه حرفی ندارم. اوه نه، بریکش متوقف شد، همون 40 تا متوقف شد.
و اینکه یعنی برای من چیزی سوال 120 هزار دلار گفتم بچه ها تو ویدیو قبلی گفتم جایزه تیمیشونه. سوال دارم از این 120 هزار تا نمیتونه مثلا یه 5 هزار تاش کم بشه، 10 هزار تاش کم بشه، بعد اختصاص پیدا بکنه به تیم اجرایی فیلم برداری و کسی که کارشون اینه. خب یه نفر باید این کاره بشینه اون پشت. نه 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 باری کلا امیر فریم اول رو واگذار کرد ولی فریم دو و سه رو خیلی خوب داره بازی میکنه. به هم ریخته لیم کوک، به هم ریخته، فری بال شدش بچه ها اینجا که توپ زد. امیر خیلی راحت داره بازی میکنه، خیلی بی دغدغه و بی درد سر. مثل قند و نبات فریم رو از لیم کوک میگیره. صورتی خیلی هم شیک میاد پشت مشکی، یه مقدار صدای مشکی گوش اذیت میکنه. بریم به سراغ فریم چهارم ببینیم که لیم کوک به خودش میاد یا نه، و ببینیم که اون پنجی که اون وسط زده دیگه الان درسته یا که نه ما داریم اشتباه میکنیم. اگه این فریم رو امیر سرخوش ببره که تمومه، اگر نبره بازی نبا پیدا میکنه. متوجهش اون پنج اون وسط عدد درستی بوده. میدونم که بدونی که من بگم لایک کردی، کامنت گذاشتی، سابسکرایب کردی، برای رفیقات فرستادی ویدیو رو، و اینکه خودت بلدی دیگه این کارا رو. هر فریم که داره میره جلوتر امیر داره روون و روون و روونتر بازی میکنه. ببینیم که این فریم رو چی کار میکنه. امیر عزیزم انشالله به زودی یه ولاگ، یه پادکست با حال ضبط میکنیم قطعا، حالا انشالله یه تایم مناسب. چند تا زده؟ 24 تا 25 تا. چون حالا این که از کشور مالزیه، من خودم مالزی رفتم، یه کار جالبی که تو مالزی میکنم، اونایی که حالا مالزی هم هستن اینو میدونن، تو
تو مالزی اونایی که پشت موتور میشینن، یعنی من رفتم اونجا بودم، خداشون یعنی اینطوری میکنن تو گرما چرا کاپشن پوشیدن؟ ولی کاپشن رو مثل ما نمیپوشن، کاپشن رو بر اوه 64 تا زد یه واسیم کاپشن اینجا نگه داریم. باریکلا باریکلا دیدیم بچه ها، چون گفتم بازیکن خوبیه. 78 یه 84 یه 90 نه 84 تا رو میس کرد. اوکی اوکی، پس 50 درست بود. بازی ها رفتیم تو جدول تکزوی و اینکه بازی میره به فریم دیسایدر. بازی قشنگی بود. یه 100 خورده ای امیر زد، یه 80 خورده ای هم لیم کوک زد. و اینو به شما بگم، اینجا الان از نظر ذهنی به نفع لیم کوکه. چرا؟ چون بریک آخر رو اون زده، فریم آخر رو اون برده، ولی خب امیرم با تجربه است، حالا قطعا از تجربه گذشتش استفاده میکنه که بدون اون چیدمان ذهنیش به هم نخوره. اینم سریع به شما بگم، اونجا کاپشن رو برعکس میپوشن، انقدر رطوبت هوا بالاه. واه چه توپی کشید بیرون، ووه چه توپی زد، برای قفس سینه شون نم آب میندازه. یه چیز تو این مایاسار اونایی که اطلاعات بیشتری دارن بگن، جالبه. و یعنی یه مالزی یادمون افتادم، یه سری خاطرات دیگه هم مالزی دارم نمیتونم تعریف کنم. تا همینجاش قابل پخش بود. بریم به ادامه داستان. امیر سرخوش چی شد؟ آها، یکم یه فول شنیدم، گفتم چی شد؟ 57 امتیاز عقبه. و اوضاع هر لحظه داره بیریخت و بیریخت و بیریختر میشه. تا اوه تموم شد بازی که. متاسفانه این فریم رو امیر واگذار کرد. خیلی خوب زد، از حق نباید بگذاریم. لینکوک خیلی خوب زد تو این دو فریم آخر. چه افزیری، بازیکن سمی بود. یه 40 تا دیگه هم زد و تمام. خب آقا یه چیزی هم به شما بگم، من نگرفتم راستیتش چی شد. بازی اول گروهی بود، بعد الان شد بازی تکزوی 5 فریم، یعنی همون. خب اگه حذوی بوده پس امیر چرا الان حذف نشد داره ادامه میده؟ من اینجاش نگرفتم. چیز عجیبی بود. بریم حالا ادامه ماجرا رو ببینیم، متوجه میشیم قطعاً. خب 33 امتیاز کسب کرده، این شونو بردش توی بازی های گروهی. بعد چه یه جوری چیدن مسابقاتو که همه با هم بازی کنن، همه این گروه ها. یعنی اینطوری نیست که بگیم مثلا به فلان گروه نخوردی و این داستان ها.
بچه بذار این فریم تموم شه، من یه سوال بپرسم اینم که اینجا باگ قصه کجاست که اطلاعاتم به شما هم بدم که چرا اینطوری شده. پنج و هفت امتیاز جلوه، فعلا رومیز هست. من یکی بعد میز رو از امیر بپرسم، نور رو بعد از امیر بپرسم، شرایط مسابقه رو بعد بپرسم. اینا رو یادم باشه که تلفنی حتما ازش بپرسم. از نظر من نورش خیلی تو مخم نیست. نیفته امیر رو دور باخت. نه، 37 تا باشه میشه 21. 4م میزنه. دبل کیس نمیشه و میزنه. باریکلا. تمام این فریم رو میبره. بذارید من یه آمار براتون بگیرم. صورتی رو نمیزنه. بریم به فریم بعد. نه. لیام دیویس. این بازیکن زیاد چنگی به دل من نزده بازیش. حتی شما نظرتون بنویسین ها که از کنون بازیکن خوشتون اومد، کنون بازیش خوب بود، کنون بازیش بد بود. بنویسین احساساتون رو بنویسین. مثلا اون وقت که یکی داره کارامبول بازی میکنه یا تریکوشن داره بازی میکنه، همتیمی امیره. لباسشون رو ببین، هم رنگه. آبی داشت و بنفش داشت و چه رنگی هن؟ چه لباس هایی بودن؟ ببینیم آیا میتونه یه کار جلو امیر انجام بده یا که نه. این امروز میبینیم که تماشاچی های بیشتری استقبال کردن از این مسابقه. فعلا تلق و طلوق علکی دارن انجام میدن، چه اتفاقی رقم نمیخوره. فعلا دو تا بازیکن دارن فقط سیف میکنن. اینجا یه توپی هم پیدا میکنه که دو منظوره میزنه و توپ هم میگیره. ببینیم آیا از این فرصت استفاده میکنه یا که نه. یه بریکی داره میزنه. 47-8 تا هم جلوه.
استایلش استایل خوبیه ها، ولی اون وحشی بودنه توی بازیش شادم نمیبینه. ببینیم آیا فریم دوزی شکل میگیره یا نه. کیوبال جای خوشگلی وای نمیسته ولی امیر خوشگل میزنتش. اه دکی دکی قبول کرد امیر. دکی چی توپی انداختی بیرون؟ چه توپی انداخت بیرون؟ نه یه کوچولو تنظیم کارخونه امیر به هم ریخته، ببینیم که چی کار میکنه. برعکس امیر تنظیم کارخونه لیام درست شده و جفت و جور داره ضربه میزنه. از تیم بی اروپا هم هستش. اینه همه چیش خوبه، استایل مستایل فلان بیسان اینا همه چیش میزونه پسره، خیلی هار نیست. همین کمان کلمه که میتونم به کار ببرم همینه. میدونی استونکر به یه تایمی رسیده به بازیکنه کلاسیک توی زیاد مطرح نمیشم. مثلا بازیکنه کلاسیک مثل هیگینز و هنری تو تایم خودشون جذاب بوده، الان دیگه جوانای این دور و زمونه و حتی خود فدراسیون، حتی خود فدراسیون جهانی دوست داره بازیکن های چطور میگم تماشاچی پسند رو جذب این ورزش بکنه. من حتی اینجا حالا پرانتز باز بکنم، من همیشه گفتم اگر علی قرقزلو بره توی مسابقات جهانی و بتونه بازیش رو ارائه بده و قطعا که باید بازیش پیشرفت بکنه، با اینکه بازیش اینقدر خوبه ولی اون بر اصلا قصه چیز دیگه است، بتونه خودش رو جا بندازه مطمئن باشید که تبدیل به یه ستاره میشه توی این ورزش. چرا؟ به خاطر سبک و استایل بازیش دارم اینو به شما میگم. و لیام فریم دوم رو هم از امیر میبره. چرا؟ همه اونایی که امیر توی بازی‌های گروهی بردتشون رو اومدن انتقام بگیرن از امیر. بریم ببینیم که در ادامه ماجرا چه اتفاقی رقم میخوره. آیا امیر چه ضربه خوبی، چه ضربه خوبی. آیا امیر دوباره با یه بریک پذیرایی میکنه از حریف خودش یا نه؟ یه قطعا میدونی دیگه لگ تصویر برای خود ویدیوه. یه 55 تا میزنه. کوچکترین فرصتی به امیر بدی حتی عقب هم باشه از خجالت در میاد. خب اینجا با 68 تا کارو تموم میکنه. این چه سیفیه. 2-1 اگر که امیر ببره میره بازی به فریم دیسایدر که به احتمال 99% میره، چون که همین الانش هم امیر فریمه. اه با چه کنونی، چه کنون تمیزی. نه صورتیه چرا انقدر زشت بود. بریم به سراغ فریم دیسایدر ببینیم که در این فریم چیکار میکنه. اوه دوباره هنسفیری من افتاد.
ببخشید هنسفری رو میذارم، ویدیو پاز میشه. خب ببینیم که از صد این بازیکن میگذره. این چه سوتی بودش از لیام؟ واقعا ندید قرمز اونجاست؟ به به، چه میز تمرینی واسه امیر کاشته. به به، اینجا رو لاین اپ چید برای امیر. نمیدونم توقعتون چیه، توقع داری مثلا امیر این میزو نزنه؟ چرا هفت هم زد تو فریم دیسایدر. واه میس کرد، 53 تا رو میس کرد. نه قطعا ادامه میده، 6 تا درسته، 6 تا رو میزه. هلوش 75 و 8 83 امتیاز رو میز بوده موقعی که لیام شروع کرد به ضربه زدن، پس همچنان ادامه میده. ببینیم آیا حالا لیام میتونه فریم بازی بکنه از امیر یا که نه. تا اینجا که خوب داره عمل میکنه، نیازی هم نداره همه رو بخواد با مشکی بزنه. بچه یه چیزی به شما بگم، واه میس میکنه. چیزی که روی کاغذ برای من فرستاده شد بازی قبلی، بازی سمی فایناله، این بازی که برای من ارسال شده بازی فیناله. یعنی امیر سرخوش این بازی رو ببره توی رشته اسنوکر قهرمان میشه. اوکی، که امتیازش با همتیمیاش جمع میشه، ولی چون جدول دست من نبوده فقط من یه جایشو نفهمیدم چرا به اون بازیکن باخت حذف نشده. این خیلی شاید جدولشون توی اینجا دو حذفی بوده، یعنی رفته از قسمت بازنده ها اومده به فینال، احتمال زیاد همینه. و آبی رو میزنه، صورتی رو ببینیم میزنه یا نه. میزنه، میشکیرم قطعا میزنه. تمام تمام و قهرمان میشه. باریکلا. خب رفقا بریم با خود امیرم یه جپی بزنیم، ببینیم که دنیا دست کیه و اینکه پیشاپیشم بهش تبریک میگیم این قهرمانی رو. بریم ببینیم که خودش نظرش در رابطه با این مسابقه چی بوده. امیر جان سلام برادر، چطوری؟ خوبی؟ قربون شکله. چه خبر آقا؟ آقا این صدای تو رو بچه ها بعد از اینکه قهرمان شدی دارن میشنون. اولا که به تبریک میگم و اینکه اون وایست هم برای بچه ها قطعا پلی میکنم که مسابقات به چه صورت به چه شکل بوده. ولی چند تا سوال این وسط امیر جون ازت دارم. یک، برای خودم خیلی جالب بود این نور میزا چه شکلی بود. ببین من کم رنگ میبینم یا واقعا نور میزا بد بود؟ نور میزا از سقف گذاشته بودن دیگه، سقف ثابت بود. این تو به عنوان بازیکن حرفه ای اذیتت کرد این داستان؟ خیلی زود عادت کردیم. خب یه ذره خب خیلی حرفه ای نبود نور، ولی خب خیلی زود عادت کردیم. سایه زیاد داشت، درست میگم؟ تقریبا آره، نور خیلی بالا بود و سقف گذاشته بودن، یه ذره سختی کارو راحت کرده بودن دیگه. آها، بعد یه سوال دیگه ببین آقا، مثلا ما تو مسابقات چیز، تو مسابقاتی که ایران برگزار کردیم قشنگ نورپردازی اینا اوکی خب، ولی آها اینو می‌خواستم بگم، ما توی سالن رو گرفتیم مجهز کردیم تجهیز کردیم. اینجا که بازی کردی باشگاه بیلیارد بود یا مثلا نه ما یک سوله رو گرفتیم تجهیز کرده بود؟ سوله خود فدراسیون بودش که تجهیز کرده بودن مخصوص مسابقات خود فدراسیون. پس رو تنبلی نور اوکی نکردن؟ جایگاه تماشا چیز
سالن آره تموم شد. مشخصه. آره بعد دیگه اطراف سالن هم که آفیس های خود پتروسیان بود دیگه. آره دیدم. و اینکه سوال بعدی امیر، میز چی بود؟ این استار میزا یا نه؟ میزای استار بود، همین استاری که خود ایران هم زیاد هست. پس چون اینقدر قیافش استار فرق میکنه؟ استار مدل فکر کنم 106، آها رنگ بیج بود که رنگ بدنش هم بیجه. آره بسیار عالی امیر جون، بازی تو همه بچه ها دیدن و اینکه بازم به این قهرمانی رو تبریک میگم و اینکه انشالله که همیشه موفق باشی. مرسی که اومدی تو برنامه، دم شما هم گرم، چاکریم، خداحافظ، مخلصی. خب اینم بود از امیر عزیز. بعد از اینکه قهرمان شد با هم دیگه گپی زدیم و سوالایی که تو ذهنم بود و گفتم ازش بپرسم و همین. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشین. دوستتون دارم، خیلی چاکریم. عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیاردشو دریافت بکنید. پکیج آموزش تصویری بیلیاردو اسمی که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیاردو اسمی که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش.